پیش از همه بریم سراغ همکارانم اشکان صفایی در اورشلیم و بابک اسحاقی در رمتگن. با بابک اسحاقی شروع میکنم. بابک، پشت سرتون میبینم ساختمانی که به نظر تخریب شده، چه وضعیتی است اونجا؟ من امروز از صبح از نوار غزه در جنوبی ترین مکان اسرائیل در کنار غزه شروع کردم و گزارش تهیه کردم تا به شهرهای دیگه و تا الان که در تل آویو هستم و آخرین موشکی که به طرف تل آویو شلیک شد در شهری در نزدیکی تل آویو در رمت گن به این خانه‌ای که در کنار من هست برخورد کرده. اگر بتونید ببینید تمامی این خانه از رو تقریبا ویران شده و یکی از اشخاصی که در این خانه زندگی می‌کرده به یک ترکش به بدنش برخورد می‌کنه و کشته میشه. در حال حاضر حماس اعلام کرده پس از اینکه اسرائیل یکی دیگر از ساختمان‌های برج در غزه را منهدم کرده، او نیز دوباره در ساعت 9 شب امشب قرار هستش که دوباره تل آویو را مورد حمله قرار بده. در حال حاضر تلاش‌ها برای نوعی به دست آوردن آتش بس بین اسرائیل و نوار غزه و سازمان‌های فلسطینی ادامه داره. قرار هستش که یکی از مقامات آمریکایی به اسرائیل بیاد در دو روز آینده و در این رابطه با اسرائیلی‌ها صحبت بکنه. فرداد باید این را هم بگیم که یکی از مقامات نظامی اسرائیل گفته که ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که تا فردا باید این بمب‌هایی را که بر روی غزه پرتاب می‌کنه را آرام آرام متوقف بکنه و اگر به اهداف خودش دست پیدا کرده پس باید که آرام آرام به سوی آتش بس بره. در حال حاضر نه در سوی نوار غزه و نه در سوی تل آویو ما تمایلی نمی‌بینیم. ممنونم از تو بابک اسحاقی در رمت گن در حومه تل آویو. همکار دیگرم هم اشکان صفایی از اورشلیم یا بیت المقدس به ما پیوسته. اشکان، یکی از نگرانی‌های عمده که میتونه طولانی‌تر هم باشه فرای خود این جنگ مستقیم بین حماس و اسرائیل، درگیری‌هایی هستش که در شهرهای مختلف اسرائیل بین اعراب و یهودی‌های اسرائیلی می‌بینیم. بله، خب من الان از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم با شما هستم، محله‌ای که در واقع میشه گفت که درگیری ها از اینجا آغاز شد زمانی که چند در واقع خانواده یهودی که از چند دهه پیش شکایتی رو به دادگاه تنظیم کرده بودند مبنی بر اینکه خانه هایی رو سندش رو در اینجا دارن از زمان بریتانیایی ها باید به اونها داده بشه و دادگاه قرار بود دوشنبه پیش در این زمینه تصمیمش رو اعلام کنه و خب درگیری ها از همینجا آغاز شد. الان پشت سر من میبینید که در واقع اعرابی که اینجا هستند دارن تظاهرات میکنن، بادکنک هایی رو بالای یک درخت فرستادن که پرچم در واقع سه رنگ چهار رنگ در واقع پرچم فلسطین هست و دست و فوت میزنن. اینجا دقیقا بغل یکی از خانه هایی هست که الان یهودی ها در اون ساکن شدن، خانه‌ای که می‌بینید پرچم اسرائیل و ستاره ششپر داوود هم بر فراز اون هست. امروز باید این رو هم گفت که امروز در واقع روزی هست که فلسطینی‌ها اون رو یوم النکبه یا روز فاجعه می‌دونند، روزی که در واقع بر اساس تقویم میلادی و همچنین تقویم شمسی استقلال اسرائیل اعلام شد 73 سال پیش. اما درگیری‌ها درون اسرائیل امروز هنوز به اون شدت روزهای پیش نبوده، هرچند که وقتی که یکی از موشک‌های حماس امروز به شهر طیبه که یک شهر عرب نشین در شمال اسرائیل هست برخورد کرد، در واقع شهروندان عرب اون شهر بیرون اومدن، شیرینی و شکلات پخش کردند و در واقع دست و سوت زدن مانند همینجا و شعارهایی دادن مانند اینکه با خون و جانمان الاقصا رو پس خواهیم گرفت. ممنونم از تو اشکان صفایی در بیت المقدس یا اورشلیم و بابک اسحاقی خبرنگار دیگر ما از رمت گن در حومه تل آویو. ممنونم از هر دوی شما.